ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده که خدا قوم من و تو رو تفقد کنه. خداوند ما رو خوانده تا رهبران باشیم، تا دانه ها و ثمرات نیکو در زمین خداوند بنشانیم و به بار بیاریم. خدا میخواد ایران رو از طریق ایرانی آزاد کنه. من که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت و با بالهای همچون عقاب اوج خواهند گرفت. با ایمان اعلام کن که روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم، روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم، روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم، روح خدا بر من است که گفتگان رو امید بدم. ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. مسیح خدا روی تو میاد و ثابت میکنی آنچه که دارم میگم میشه، آنچه که دارم میگم ببین، آنچه که دارم به تو میگم و تجربه بکن. آمین. حتی در زمانهای آخر که من و تو امروز در زمانهای آخر هستیم، روحش رو بیشتر و بیشتر خواهد ریخت. پس اون آیات و معجزات باید بیشتر و بیشتر در کلیسای خدا عمل بکنه. مس از کجا میاد؟ از حضور خدا میاد. مس از کجا میاد؟ از زندگی مقدس میاد. مس از کجا میاد؟ از ثمرات روح میاد. مس از کجا میاد؟ در روح راه رفتن میاد. مس از کجا میاد؟ در راستی خدا ایستادن میاد. مس خدا دست خداست که روی تو رو تایید میکنه. خدمت تک تک شما عزیزان سلام عرض میکنم. به خانه خداوند خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که میتونیم یک روز دیگه در خانه پدرمون در روح راستی او با هم دیگه جمع بشیم و در حضور او قوت بیابیم و با قوتی تازه هفته جدیدمون رو شروع بکنیم. آمین. این روزا خب همه درگیر هست، تو ناراحتی ها، تو غم ها جا داره. همینجا تسلیت میگم، ببخشید، همینجا تسلیت میگم خدمت تمام عزیزانی که عزیزانشون رو تو این چند وقت گذشته از دست دادن باشه، که صبر و تسلی خداوند تک تکشون باشه و بمانه به نام مسیح خداوند. جای هر عزیزی که رفته قوت خدا، محبت خدا، صلح و سلامتی خداوند دلهای خستشون و غمهاشون رو برداره. دعا میکردم خداوند و تو گفتی در زیر آسمان برای هر چیز زمانیست، زمانی برای شادی، زمانی برای غم، زمانی برای تولد، زمانی برای مرگ، زمانی برای استراحت، زمانی برای کار، برای هر چیز زمانیه. نگاه که میکنم ولی نگاه میکنی میبینی زمانهای غم و زمانهای درد تو سرزمین ما زیاده، زمانهای گریه زیاده. پس کو زمان شادی؟ پس کو زمان خنده؟ پس کو زمانی که در حضور تو خوشحالی بکنن؟ خداوندا خداوند گفت که تمام زمانها تو دستهای منه، همه زمانها تو دستهای منه و من چه با وجود شخصی چه بدون کمک شخصی تمام وعده هامو انجام خواهم داد. تمام وعده هایی که برای سرزمین شما دارم یک به یک انجام خواهد شد. اما زمانهای من با زمانهای شما فرق میکنه. همه ما انسان ها مثل افرادی هستیم عجول. نگاه بکنی ما همه زودپزی، میخوایم همه چیز سریع انجام بشه، در صورتی که خداوند دیرپزه. خداوند عمیقا و اصولی کار میکنه. زمانهای ما با خداوند فرق میکنه، ولی در نقشه خداوند هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. خداوند گفت الان سوال نکن که چه خواهد شد، الان من به تو میگم الان زمان افتادن نیست، الان زمان بلند شدنه، الان زمان این که زانوی غم به بغل بگیری و ناله بکنی و از دنیای خودت غافل بشی نیست. زمان زمانی که در حضور من استراحت و آرامی بیابی، در حضور من قوت پیدا بکنی، زمانی که از خاکسترهای خودتون بلند بشید. زمان پژمردگی نیست. زمانی که همش گریه بکنی بگیز من ضعیفم نیست. زمانی که ضعیفان در حضور خداوند قوتی تازه خواهند یافت، نه؟ زمان بلند شدنه.
همه چیز و تمام زمان ها تو دستای خداوند هست و خداوند میدونه که در چه تاریخی چه روزی نقشه خودش رو به کمال خواهد رساند. اما وعده خداوند تا به انتها پایدار ابدیه و هیچ چیز از نقشه خداوند کم نخواهد شد. زمان نجات فرا خواهد رسید، ولی امروز زمان بلند شدن من و توست. امروز زمانی که من و تو باید بلند بشیم تا افتادگان رو هم بلند بکنیم. امروز زمانی که من و تو باید در حضور خداوند قوت بیافتیم. جنگ از آن ما نیست، جنگ جنگ انسان ها نیست، جنگ جنگ نیروهای تاریکی بر علیه نقشه خداوند. که تمام دنیا رو وقتی نگاه کنی یک سرزمین نیست، تمام دنیا رو وقتی نگاه کنی از چشمان خداوند وقتی نگاه میکنی میبینی که تمام دنیا که در تاریکی فرو رفته میخواد نگذاره نقشه خداوند انجام بشه. اما همونطور که کلام خداوند گفت هیچ مویی از سر شما گم نخواهد شد و همه نقشه های من تا به انتها انجام خواهد شد. چه خداوند از کسی استفاده بکنه چه از کسی استفاده نکنه، خداوند کار خودشو بلده و خداوند کار خودشو به انتها و به کمال خواهد رسانید. فقط من و تو باید بیدار باشیم، من و تو باید هوشیار باشیم، من و تو باید دعا کنیم، من و تو باید بایستیم، من و تو باید سر و پا باشیم تا بتونیم افتادگان را بلند بکنیم. نه، من و تو باید قوت داشته باشیم، من و تو باید چشمامو باز و هوشیار باشه تا نقشه های خداوند رو ببینیم. من و تو نباید تو غم‌های دیگران فرو بریم و حتی از زندگی خودمونم غافل بشیم. من و تو باید در دنیای روحانی چشمامون باز و هوشیار باشه تا بتونیم نقشه‌های خداوند رو ببینیم، تا بتونیم دست خداوند رو ببینیم. و در تمام این فشارها غم‌ها من واقعا میبینم که خداوند چطور داره کار میکنه. وقتی غم زیاده، وقتی تو گردباد مشکلات اسیری، از هر سمت این گردباد مشکلات و غم‌ها و حوادث و خبرهای بد داره تو رو تو خودش فرو میبره، شاید نتونی دور و برت رو ببینی، شاید نتونی ببینی که داره تو دنیای روحانی چه اتفاق میفته، اما خداوند دستش بالا سر تمام این قدرت‌ها هست و خداوند داره کار میکنه. خیلی چیزها باید دست به دست هم بده، خیلی چیزها باید کار کنه، خیلی شرایط باید تغییر بکنه و خداوند خدایی که کار خودشو بلده. امروز زمانی که به خداوند باید اعتماد بکنیم، امروز زمانی که باید بایستیم. میخوام تو پرستشا وقتی به حضور خداوند میریم، وقتی دعا میکنیم، اول برای خودمون دعا میکنیم قوت بیام در حضور خداوند. اونایی که احتیاج دارن تسلی بگیرن، تسلی بگیرن از غم‌هاشون، از خشم‌هاشون، از ناراحتی‌هاشون آزاد بشن تا هیچ مانعی به حضور شما و به حضور من و خداوند نباشه. نه، به حضور خداوند قدوس بدون مانع، بدون ناراحتی، بدون غم، او که ما رو آزاد کرد میخواد در آزادی زندگی بکنیم. نه، به حضور خداوند بایستیم با قوت او و وقتی صداش میکنیم بدونیم که داریم کیو صدا میکنیم. میخوام چند تا از اسامی خداوند رو تو پرستشا بهتون بگم که وقتی دعا میکنی بدونی وقتی دعا میکنی داری به کی دعا میکنی. چرا خدای ما با تمام این دنیا فرق میکنه؟ چرا ما خدای میپرستیم که مانند او هیچ کس نیست؟ نه، میخوام چند تا از اسامی خداوند رو براتون بگم. اولیش که بارها شد شنیدید، یهوه سباوت، که تو ترجمه فارسی میگه خداوند لشکرها. در واقع خداوند لشکرها وقتی نگاه میکنی تو کلمه اصلیش خداوند سران و تمام قوتهای آسمانه. شاید بگی لشکرها یعنی چی؟ چند تا لشکر تو جلو چشت بیاد بگی خب لشکر آسمانیه دیگه، ولی خداوند تمام سرها و قدرت‌های آسمان و بر روی زمین، خداوندی که قادر مطلقه، خداوندی که بر روی تمام هستی حاکمه و قادره، خداوندی که خدای کروبینه، خداوندی که خدای صرافینه، خداوندی که خدای هم دنیایی که تو میتونی ببینی هم دنیایی که نمیتونی ببینی، خداوندی که هم بر دنیای جسمانی و هم بر دنیای روحانی حاکمه، خدایی که تمام قدرت‌ها زیر پاهای اوست، خدای تمام قدرت ها. شاید بخوای ترجمه دقیق تر، یهوه سباوت خداوند تمام قدرت ها، خداوند تمام سران و تمام قوات آسمان.
این خداوند وقتی که داری دعا میکنی، خدایی که همه جا حاکمه بر هر چیزی که خلق کرده، هر چیزی که تو میدونی و هر چیزی که ندیدی، هر چیزی که دنیا کشف کرده و هر چیزی که هنوز خلقت خداوند رو کشف نکرده، تمام کراتی که دیده شده و تمام کراتی که هنوز دیده نشده، خداوندی که تمام اینها رو خلق کرده و به همه اونها حاکمه، نه؟ یهوه سباوت. وقتی در کلام خداوند نگاه میکنی، میبینی کجا به کار رفته این کلمه، بارها و بارها به کار رفته تو کلام خداوند. یهوه سباوت 240 دفعه به کار رفته. ولی به عنوان مثال یک جا رو براتون میخونم، تو اول سموئیل فصل 17، وقتی که تمام لشکر دشمن اومده جلوی اسرائیل ایستاده و هیچ کس نمیتونه با اینا مقابله بکنه، و داوود با قوت خداوند، با روح خداوند، با اون مسی که خداوند رو کرده، با اون ایمانی که در قوت خداوند هست، ایستاد و به اون جولیات، به اون غول فلسطینی گفت: تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من میایی، تو با تمام این قدرت‌هایی که داری بهشون مینازی، با اسلحه اومدی سمت من، من دستم خالیه، اما درسته من دستم خالیه، اما من به اسم یهوه سباوت، خدای لشکرهای اسرائیل که او را به ننگ آورده ای، نزد تو میایم. نه، وقتی دعا میکنی در دنیای تاریکی، گفتم جنگ ما با انسانها نیست، جنگ ما با فلانی فلانی نیست، جنگ ما بر علیه نیروهای تاریکی که جلوی نقشه خداوند میخوان بایستن. و وقتی دعا میکنی، جنگ چون جنگ ما نیست، بعد نزد خداوند یهوه سباوت، خدای لشکرها، خدایی که سر هست بر تمام سران و قوات آسمانی، همانند که داوود گفت: تو با اون زور و شمشیر و با اون اسلحت اومدی داری مقابله میکنی و هیچ کس حریف تو نمیشه، اما من با اسم خداوندم نزد تو اومدم. نه، تو با اون چیزهایی که داری زره بستی، تمام اون زور و اسلحت رو جلوی من بستی، با اینها داری میای، اما من با اسم خداوندم اومدم که خدای تمام سران و قوات آسمانیه، که یه اشاره کنه تو رو خرد خواهد کرد. من با اسم خداوند اومدم و خداوند امروز تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و تو را زده، سر تو را از تنت جدا خواهم کرد و لاشه های لشکر فلسطینیان را امروز به مرغان هوا و درندگان زمین خواهم داد، تا تمامی زمین بدانند که در اسرائیل خدایی هست. دوباره تکرار میکنم، جنگ ما با انسان ها نیست، نه؟ جنگ ما با نیروهای تاریکیه که میخوان هر چیزی که خداوند گذاشته برای تو بدزدن، تمام نقشه های خداوند رو خراب کنن، تمام وعده های برکت و سلامتی رو بدزدن. و جنگ ما با نیروهای تاریکیه. وقتی دعا میکنیم، نه با نفرت نسبت به این و اون، بلکه با قلبی که از قلب خدا شفا یافته، با قلبی که روح خداوند رو داره دعا میکنم که خداوند تمام اون نقشه های تاریکی رو در افکارت، در قلب تو خراب بکنه، تا بدونی که خدای زنده واقعا کیه. نه، جنگ ما این نیست که کسی رو بکشیم، جنگ ما اینه که اون نیروهای تاریکی رو از بین ببریم. میخوام یکی دیگه از اسمای خداوند رو بهتون بگم. وقتی دعا میکنیم در پرستشا به حضور خداوند میری، به خصوص زمانهایی که پر از دردی، پر از ناامیدی، پر از ترسها هستی، پر از مشکلات هستی، تو شرایط سخت پیش خداوندی میری که قابل اعتماده. شرایط هیچ اعتمادی بهش نیست، شرایط همه چیز خرابه، شرایط هیچ امیدی بهش نیست، شرایط تاریکیه، شرایط تا آخر ناامیدیه، اما نزد خداوندی میریم که در عین ترسها، در عین احتیاجها، در عین نیازها، خدای قابل اعتماده. خود زمانهایی که شاید هیچ کسی هیچ کاری ازش بر نمیاد، زمانهایی که هیچ کاری نمیتونی بکنی و کسی نیست که تو رو یاری بده، زمانهایی که جز صبر و تحمل و درد کشیدن کاری از دستت بر نمیاد، نزد خدایی میریم که قابل اعتماده و خدایی که میتونی بهش وفادار باشی، چون او به تو وفاداره. براتون یه مثال میخونم تو ارمیا فصل 17. اول خداوند تو آیه 5 داره میگه که به انسانها توکل نکنید، نه؟
کسی که به انسان‌ها توکل کنه، چون انسان‌ها فانی هستند، تمام امیدهاش فانی خواهد بود. در نتیجه امیدهای این شخص که به انسان فقط توکل کرده زیر لعنته، چون بر خداوند تکیه نکرده. خداوند می‌فرماید ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد، و او مثل درخت عرعر در بیابان خواهد بود و چون نیکویی آید آن را نخواهد دید، بلکه در مکانهای خشک که بیابان، در زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد. تو آیه 7 میگه مبارک باد. پس کی مبارکه؟ مبارک باد کسی که بر یهوه، بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خوشسالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. خوش به حال کسی، مبارک اون کسیه که اعتمادش بر یهوه است، نه؟ و اینجا اون کلمه که داره میگه، در واقع داره میگه اون امیده، تو آیه 13 ادامه داره میده، ای خداوند که امید اسرائیل هستی. یکی دیگه از نامهای خداوند امیده، امید اسرائیل. همگانی که تو رو ترک نمایند خجل خواهند شد، آنانی که از من منحرف شوند در زمین مکتوب خواهند شد، چون که خداوند را که چشمه آب حیات است ترک نمودن. ای خداوند مرا شفا بده، پس شفا خواهم یافت. مرا نجات بده، پس ناجی خواهم شد، زیرا که تو تسبیح من هستی. آمین. پس یکی دیگه از نامهای خداوند امید اسرائیل یا میکوه اسرائیل، که در واقع اون امید هست که تو شرایط سخت، تو تنگیها، تو دردها اعتماد ما به اوست و خداوند کمک میکنه بتونیم صبوری بکنیم تا اون جایی که هیچ کس نمیتونه کاری انجام بده، خداوند همه چیز رو انجام خواهد داد. آمین. یکی دیگه از نامهای خداوند صخره هست. خداوند صخره منه، نه؟ خداوند که صخره من است، متبارک باد که دستهای مرا به جنگ و انگشتهای مرا به حرب تعلیم داد. نه، جنگ ما با انسانها نیست. خداوندی که منو یاد داد چطوری جنگ روحانی بکنم، نه؟ این خداوند متبارک باد، خدایی که صخره منه. تو زمانهایی که فشارها میاد، گردابها میاد، از هر طرف موجها میاد تا تو رو فرو ببلعه و نگذاره، زیر پات سست میشه، نه؟ کسی که داره غرق میشه زیر پاش سسته، اما کسی که روی صخره خداونده، صخره که جنبش نمیخوره، صخره که تو شرایط فقط محکم نیست، همه چیز بر وفق مراده محکم نیست، صخره که هیچ وقت جنبش نمیخوره، چه همه چیز خوب باشه چه هیچ چیز خوب نباشه، خداوند همانه و خداوند هیچ وقت تغییر رو نمیکنه، نه؟ خدایی که میتونی بهش اعتماد بکنی و اعتماد تو هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، که امید حلیمان هیچ وقت زایل نخواهد شد. آمین. این خداوند که امید توست، این خداوند که صخره توست. چون شاید وقت کوتاهه، همه آیه ها رو براتون نمیخونم، ولی همینطور براتون میگم. یکی دیگه از نامهای خداوند که وقتی دعا میکنی، یهوه شما، یهوه شما، خداوند اینجاست، حضور خداوند اینجاست. تو حزقیال فصل 48 داره میگه و همینطور تو مکاشفه، در واقع داره در مورد شهر خداوند داره صحبت میکنه، در مورد شهری که خداوند او رو با حضور خودش مبارک ساخته. و وقتی نگاه میکنی، در واقع شهر خداوند، حضور خداوند که میگه خدا با ماست، یهوه شما، خدا با ما هست، حضور خداوند با ما هست. میدونیم برای فرزندان خداوند که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده دارن، ایمانوئل یعنی خدا با ماست، نه؟ خداوند همون صخره ماست که حضورش همواره با ما هست، میشه روش حساب بکنی. وعده ها، رویاه ها، نقشه های او هیچ وقت عوض نمیشه. وعده ها، رویاه ها و نقشه های او همیشه برای تو هست، برای سرزمین تو هست، برای خانواده تو هست. شاید تو امروز بیفتی، اما خداوند هرگز جنبش نمیخوره، نه؟ شاید تو پاد یه دفعه از روی صخره بیفته، اما خداوند به تو وعده داده که مرد عادل، زن عادل، اگه 70 بار هم بیفته، خداوند
خداوند او رو بلند میکنه، نه؟ پس به شرایط ما نیست، خداوند ما صخره محکم ماست و حضور خداوند وقتی با ما هست، پس در او میتونیم امنیت داشته باشیم، در او استراحت داشته باشیم، در او آرامی داشته باشیم. عیسی مسیح در واقع صخره ماست و سنگ زاویه است، نه؟ همون سنگی که میگه معماران دور انداختن ولی ندونستن که اون سنگ، سنگ اصلی زاویه است، سنگی که همه چیز روی اون بنا شده، صخره‌ای که همه چیز روی همه هستی توسط او شکل گرفته و بنا شده. خیلی جالبه وقتی نگاه میکنی تو دی ان ا رو وقتی میشکافن میبینن تو مرکز دی ان ا اون چسبی که همه چیز رو با هم دیگه چسبونده و نمیگذاره که چیزی از هم متلاشی بشه، شکلی صلیبه، نه؟ خیلی زیباست، نه؟ تو کهکشان ها وقتی نگاه کردن اون مرکزی که همه چیز رو به خودش داره جذب میکنه میبینن شکل صلیبه. خداوند چقدر تو تمام خلقت برای ما مثال گذاشته، چقدر نمونه گذاشته که خداوند نقشه نجات او، چه به روی زمین نگاه کنی چه در آسمان ها نگاه کنی، خداوند میگه من اینجا هستم، یهوه شما، من اینجا هستم و دارم کار میکنم، نه؟ یکی دیگه از نام های خداوند قاضی هست. افرادی که تو درد هستن خیلی دوست دارن اینو بشنون، نه؟ خداوند قاضیه. و وقتی میگیم قاضی، وقتی میگیم عدالت، صحبت از عدالت میکنیم، فقط این نیست که یک سری قوانین باشه، بکن نکن این هست اون نیست، که همه این قانونهای خداوند هست، تمام دستورات خداوند هست. ولی وقتی میگی قاضی، در واقع خداوند در واقع اون شخصیتشه. وقتی میگی عدالت خداوند، اون ذات خداونده که عادله، اون شخصیت خداونده که عادله، خداوندی که عدالتش بدون نقص و کامله، و خدایی که بهای آزادی ما رو، جریمه گناهان ما رو پرداخته، نه؟ وقتی نگاه میکنی تو کلام خداوند میگه که تو مزمور 94 براتون میخونم، زیرا که داوری به انصاف رجوع خواهد کرد و همه راستدلان پیروی آن را خواهند نمود، نه؟ بعد اونجا دوباره میگه تو آیاتی که ادامه میده، میگه لیکن خداوند برای من قلعه بلند است و خدایم صخره ملجای من است. اینجا در واقع اون کلمه که داره میگه خداوند اون داوره و اون عادله و اون در واقع اون قاضیه، اسمش هست شفوت، ببخشید شفت، خداوند قاضیه، شفت. یکی دیگه از نامهای خداوند هست الخی، خدای زنده، خدایی که میشنوه، خدایی که عمل میکنه، خدایی که حیاته و حیات بخشه، خدایی که همه چیزو از هیچی به وجود آورد، خدایی که خالقه، تنها خدای واقعی، نه؟ در زمین و آسمان، خدایی که کلید مرگ و زندگی تو دستاشه، تنها خدای واقعی که با تمام خدایان دنیا فرق میکنه، خدایی که الله نیست، الخی، خدای هستی، خداوند زندگیه، تنها خدای واقعی در تمام دنیا، نه؟ نگاه میکنی کجا داره میگه تو کلام خداوند؟ یه نمونه براتون مثال میگم، تو دوم پادشاهان فصل 19، وقتی که اون پادشاه آشور اومده و داره همینطور هی تهدید میکنه قوم اسرائیل، و حزقیاه که پادشاه همینطور ناراحته و هی تهدید کرده اون پادشاه آشور و اینا، همجوری هی بهش باج دادن، ولی به یه جایی میرسه که هی داره خداوند اسرائیل رو مسخره میکنه و پاش از این فراتر میگذاره و میخواد اینا رو از بین ببره. و اونجا حزقیاه نزد خداوند دعا میکنه و گفت یهوه خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس مینمایی، تویی که به تنهایی بر تمامی ممالک جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده ای، ای خداوند گوش خود را فرا گرفته بشنو، ای خداوند چشمان خود را گشوده ببین و سخنان سنهاریب را که به جهت اهانت نمودن خدای حی فرستاده شده بشنو. و اینجا داره میگه، در واقع میگه این خدای الخی، خدای حی رو، که وقتی میگه خدای حی، همون در واقع الخی هست، داره مسخره میکنه. و بعد تو ادامه نمیخونم براتون، فقط همینطور میگم که خداوند میشنوه و عمل میکنه و تمام این لشکر از بین میره و پادشاه میمونه و پادشاه هم به دست پسران خودش کشته میشه.
میخوام سرپا بیسیم عزیزان. امروز همونطور که گفتم، خداوند گفت امروز زمان بلند شدنه، امروز زمان قوت گرفتنه، امروز زمان زانوی غم بغل گرفتن نیست. امروز روزیه که خداوند ساخت، روزی که میتونی دوباره درش وجد و شادی داشته باشی. بر یهوه امید دار، زیرا که او را دوباره باز حمد خواهم گفت. آمین. خدایی که صخره توئه، خدایی که ملجای توئه، خدایی که پناه توئه، خدایی که امید توئه در تمام ناامیدی ها، خدایی که صخره تو زمانهایی که فشارها دارن بر علیه تو، زیر پا تو سست کردن، خدایی که در واقع وقتی تو هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، اون خداوند سران و قوات آسمانیه، نه؟ خدایی که قدرتش بالاتر از هر قدرتی در زمین و آسمانه، خدایی که تنها خدای حی و واقعیه، خدای حیات بخشه، خدایی که حضورش با تو هست و میگه وقتی مرا نام مرا بخوانید من بین شما هستم، نه؟ ایمانوئیل، خداوند زنده با ما هست. هر که اسم خداوند رو بخونه، هرگاه دو یا سه نفر به نام من جمع بشن، ما چند نفر هستیم؟ هرگاه دو یا سه نفر به نام من جمع بشن و دعا بکنن، خداوند میشنوه و عمل میکنه. من بین شما هستم، نه؟ امروز میخوایم اول به حضور خدا بیم، قوت بیابیم، پر بشیم از حضور خدا و مس خدا روی ما بریزه، تا بتونیم خدا بتونیم افتادگان رو هم بلند بکنیم، بتونیم زندگی های خودمون رو بنا بکنیم، بتونیم بایستیم و دعا بکنیم و شفاعت بکنیم، تا کار خداوند در تمام دنیا همونطور به پیش بره، تا قوت های خداوند و معجزات او در سراسر دنیا انجام بشه، تا امروز هم تمام دنیا ببیند که در اسرائیل خدای هست. ای خداوند، ای یهوه سباوت، خدای قوات و تمام لشکرها، میکوه اسرائیل، خدایی که امید هستی، خداوند صخره ما، خداوند که حضور داری، یهوه شما، ای خداوند، خداوندی که شافت هستی، تو اون داور عادل هستی و در تو هیچ گناهی نیست، ای خدای قدوس، ای خداوند نزد تو میاییم، الخی، خدایی که زنده هستی ای خداوند و میشنوی و عمل میکنی ای خداوند، به حضور تو میاییم ای خداوند، دعای ما رو بشنو ای خداوند. خداوند، هر بار گران، هر ناراحتی، هر خشم، هر قصه، هر فشار، هر چیزی که نباید در ما باشه و تو نمیخوای، خداوند و پای صلیبت میگذاریم، شانه هامون از غم ها میتکونیم ای خداوند، چرا که تو امید زنده ما هستی. اگه مردم سرزمینم همه تو رو نشناسن، اما تو اونها رو میشناسی ای خداوند. اگه همه تو رو دوست نداشته باشن، تو اونها رو دوست داری ای خداوند و تو براشون نقشه داری. اگه ما تو رو ترک بکنیم، تو ما رو هرگز ترک نخواهی کرده ای خداوند، تو وفادار هستی ای قدوس اسرائیل. نزد تو فریاد میکنیم ای خداوند، بشنو و رویت رو از ما باز نگردان ای خداوند. به حضورت میای امروز، ما رو بار بکن ای خداوند. خداوند، ایمان دارم به وعده تو که تو گفتی امسال سال نجات بسیار ای خداوند، سال دروی محصول بسیار، سالی که پولس ها قلبشون رو به تو خواهند داد ای خداوند. پولس هایی که الان تو رو نمیشناسن و دارن جفا میکنن، سولوس هایی که هران فکر میکنن به اسم خدا دارن جفا میکنن به بقیه، خداوند تو این سولوس ها رو خورد خواهی کرد و برای خودت پولوس خواهی ساخت. اونایی که به نیرو و قوت خودشون تکیه کردن، تو فروتن خواهی کرد، نزد تو زانو میزنن، زیرا هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است. به حضور تو میاییم خداوند، ما رو پر بساز و ما رو مبارک بساز ای خداوند. هفته که در تو شروع میکنی هفته مبارک باشه ای خداوند. تمام پرستش هامونو مثل بخوری خوشبو به حضور تو بلند میکنیم، به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. Thank you.
عزیزان، هر کی میخواد بیاد زانو بزنه در حضور خداوند، هر کس میخواد بیاد جلو بکنه در پرست خداوند باشید، بگذارید به خداوند شما رو پر بکنه. از نام تو خداوند، قدوس قدوس قدوس، همراه با ملائک سرایت جانم، همراه با کروبیان و سرافیان خداوند می‌سراییم که تو قدوس هستی، میکنم که تو تنها خداوند هستی، خدای حی الخی، تنها خدای واقعی تو هستی خداوند، و اعلام میکنم که ما فرزندان تو هستیم خداوند، فقط تو رو میخواهیم خداوند، نه هیچ چیز دیگه خداوند، اعلام میکنم که تو پادشاه قلب و زندگی ما هستی،
اعلام میکنیم که تو خداوند زندگی ما هستی، اعلام میکنیم که تو بر تمام زندگی ما حاکم هستی خداوند، اعلام میکنیم که تو تنها بر تمام قوات آسمانی حاکم هستی خداوند، اعلام میکنیم که همه قدرت ها در زمین و آسمان ها زیر پاهای تو هستی خداوند، تو را میخواهیم و غیر از تو هیچ چیز نمیخواهیم خداوند. بله خداوند، نام تو را میخوانیم و ایمان داریم که خواهی آمد و مس میکنی فرزندان توی خداوند، اعلام میکنیم یه و شما تو حضور داری خداوند، حضور تو با فرزندانت هستی خداوند، ای خداوند همچون باران خداوند ما رو تازه خواهی کرد، با روح قدوست ای خداوند آن باران بهاری رو خواهی ریخت ای خداوند، ببار ای خداوند، ببار بر زندگی های خشک ما ای خداوند، ببار ای خداوند، تازه بساز بسته تو بریز ای خداوند، آرامی تو بریز ای خداوند، شفا تو بریز ای خداوند، قوت تو بریز ای خداوند، نیکویی هایت را به مارون ای خداوند، ای خداوند در زندگیمون، در خانواده هامون، در سرزمینمون ای خداوند، ببار ای خداوند، ببار ببار ببار، چه بر سر آنهایی که تو رو میشناسن، چه بر سر آنهایی که تو رو نمیشناسن ای خداوند، عشقت را ببار ای خداوند، محبت تو هر زانوی را خم بکنه و هر زبانی اقرار کنه که تو خداوند هستی، خداوند بریز ای خداوند، بریز درهای آسمان رو باز کنی خداوند، یهوه سباوت درهای آسمان رو باز کنی خداوند، تمام کلید مرگ و زندگی تو دستای توست ای خداوند، باز کن درهای رحمتت رو ای خداوند، باز کن ای خداوند، قفلهایی که زده شده رو بشکن به نام عیسی مسیح خداوند، ای خداوند تو گفتی که وقتی ما دعا میکنیم در نام تو شفاعت میکنیم و روی زمین دعا میکنیم، تو در آسمان این قفل ها رو میشکنی خداوند و باز میکنی خداوند، و قدرت های تاریکی رو ما میبندیم روی زمین میبندیم و تو در آسمان قدرت هاشون رو میبندی خداوند، به نام عیسی مسیح حکم میکنیم خداوند، در نام تو حکم میکنیم که تمام قدرت های تاریکی بسته شود و درهای رحمت تو باز شود به نام عیسی مسیح خداوند، ای خداوند خداوند، لمس کن ای خداوند،
نقشه های تو، نقشه های نیکوی تو که امسال میخوای خداوند رو بشود، به نام عیسی مسیح بشود، جلالت رو نمایان کن ای خداوند، ای خداوند آشکار کن جلالت رو، ای خداوند بریز در، بریز محبتت رو، برکتت رو، رحمتت رو بریز ای خداوند، و درهای آسمان رو باز کن ای خداوند، باز کن ای خداوند، ای خداوند بس کن ما رو ای خداوند، ای خداوند مشتاق روی تو هستی ای خداوند، حرمت و جلال از آن توست ای خداوند، تنها تو شایسته هستی ای خداوند، تنها جلال شایسته توست ای خداوند، تمام جلال را به تو میدیم ای خداوند، جلال بر نامت ای خداوند، تو قدوس هستی ای خداوند، ای خداوند خداوند میدونیم که ما را دوباره احیا خواهی کرد ای خداوند، ای خداوند یک بار دیگه ای خداوند پاهای سست ما را بر صخره تو خودت احیا خواهی کرد ای خداوند، نزد تو اومدیم در ناامیدی ها، خداوند رو میدونیم که تو امید ما هستی ای خداوند، تو میکوه اسرائیل امید ما هستی ای خداوند، در وقت شرم از I'm not afraid of the dark.
در زمانی که ابرهای تاریک ذهن شما رو گرفته، ابرها رو کنار بزنید با قوت ایمان و ببینید که عیسی مسیح با فتح و ظفر می آید. ابرهای ایمانی و ناامیدی رو بزن کنار در زندگیت، در سرزمین دین ابرهای تاریکی رو بزن کنار تا ببینید که عیسی مسیح با قوت، با جلال، با ظفر می آید. جنگ ما با انسان ها نیست، جنگ ما با قدرت های تاریکی هست که میخوان وعده های خداوند رو بدزدن، اما نور خواهند، نور هستند، چون نمیبینند که خداوند ما همیشه پیروز است. وعده های خداوند همه انجام خواهد شد. شکست کمک بکنه، شکست کمک بکنه. مرد ما با جسم و خونی است، نه بردی است با نیروهای ظلمت، نه برد ما با انسان ها نیست، نه بردی است با دشمن خلقت. من ایستاده ام با شمشیر روحش، من ایستاده ام با سپر ایمان، من ایستاده ام تا فریاد زدم به نام عیسی دور شو ای شیطان. شاه خداوند ما رو آزاد ساخته، نه؟ خداوند ما رو آزاد ساخته، با خون بره ما رو شسته و ما میتونیم در پیشگاهش بایستیم و اعلام کنیم که اون خداوند ماست، نه؟ میتونیم در قوتمون بایستیم و قوتمون رو، اقتدارمون رو در زندگیمون بذاریم به کار ببریم. اعلام بکنیم، نه؟ زندگی بشنبه، من آزادم، Hallelujah, azadam jan.
رحم او رحمی سپارم، آری آزادم من آزادم. فیض عجیبش و عشق عظیمش روزی نستم آیم من آزادم انا کنیم. به فیض عجیبش و عشق عظیمش روزی نستم آیم من آزادی. یه بابا هم بگیم اینو دوباره. به فیض عجیبش و عشق عظیم روزی نزد آیم من آزاد. اینو با ایمان بگیم. به فیض عجیب و عشق عظیم روزی نزد آیم من آزاد. Oh, my God.
شکر میکنیم که الشدای خداوند قادر یعنی سباوت خدایی که بر تمام قوات و سران حاکمه خداوند پیروزی ماست خداوند با ما هست نام او پیروزه و تو کلامش میگه من نام خود را به هیچ کس نخواهم داد او تنها پیروزه و او تنها داور عادله و خدای ما خداییست که در سنگی ها در جاهای ناامیدی فوراً یافت میشود و خداوند تو رو از تمام مشکلاتت و سرزمین ما رو از تمام بحرانهایش عبور خواهد داد به نام عیسی مسیح آمین میخواییم هدایای قلبی خودمونم تقدیم بکنیم به خداوند و ایمان داریم که خداوند استفاده میکنه از این هدایا برای اینکه ملکوت خودش رو در سرزمین ما برپا بکنه شالوم عزیزم در مسی شالوم شالوم قومت خدا شالوم شالوم با شادیه در رو با لبخند و سرو به هم گوییم شالوم 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 با شادیه در رو با لبخند و سرو به هم گوییم شالوم 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 لا 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 شالوم شالوم قوم خدا شالوم شالوم با شادیه در رو با لبخند و سرو به هم گوییم شالوم 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 با شادیه در رو با لبخند و سرو به هم گوییم شالوم 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 لا 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 آمین که یک روز شالوم خداوند در سرزمین ما برپا بشه به نام مسیح آمین شالوم خدمت عزیزان خداوند
خداوند شکرگزار تو هستیم برای وجودت، برای محبتت که تو خدای شالوم هستی، خدای صلح و سلامتی، خدای برکت، خدای رحمت ها هستی، خدای شفا دهنده هستی. پدر در نام عزیز عیسی مسیح زنده این هدایا رو به حضور تو بلند میکنیم. میخوایم که شالوم تو بر این هدایا باشه ای خداوندا، و از این هدایا اگر چند دک هستن خداوند، ولی تو خدای کثیر لسان هستی، تو قادر خداوندا مضاعف آنچنان برکت بدی و این برکت رو به سرزمینمون ایران که در مصیبت، در ناله، در غم، در ستم قرار گرفتن، ای خداوند اندک ها را خداوندا به بی نهایت ها استفاده کنی و برای نجات سرزمینمون ازش استفاده کنی. دهندگان را برکت میدیم به نام عیسی مسیح زنده. باشه که خداوندا عزیزانی که چون نهمیا ایستادن در شکاف دیوار خداوندا، و برای این سرزمین، سرزمین ایران که تو به یاد آوردی خداوندا و تو وعده دادی که او را نجات خواهی داد، صدای خداوند این شفاعت ها رو تو بشنوی خداوند، ناله ها رو بشنوی خدای زنده، و به فریاد این قوم ستم دیده برسی خداوند، و شالوم تو، رحمت تو، نیکویی و فیض و نجات و عدالت تو ردای بر تن سرزمینمون ایران باشه، تا خداوند این ردای غم در آورده بشه و ردای تسبیح و پرستش و جلال نام تو خداوند پوشیده بشه. ممنون تو هستیم، تقدیس کن، برکت بده، باش و گذاری در نام مسیح. آمین. آمین. خواهم همسر عزیزم رو دعوت بکنم که با هم دیگه پیغام خداوند رو بشنویم. در نام عزیز عیسی مسیح خداوند به تک تک شما عزیزان خوش آمد میگم. خواهران، برادران، دوستان و مهمانان عزیز، عزیزانی که از راه دور با ما هستید، صلح و سلامتی خداوند با شما باشد. باشد که روزهای شادی برای سرزمین ما فرا خواهد رسید. این دردها، گفتم، دردهای زایمانه. وقتی قوم اسرائیل نگاه میکنید میگه چون که جفای مصر بر قوم خدا زیاده گردید، خدا موسی را فرستاد. هنوز مونده دردهای بیشتر که بعد رهاننده خواهد آمد. فقط دعا کنید که زمانها کوتاه بشه. واقعا دعا میکردم که برای این وضعیت خداوند بگو برای چی ناله میکنی؟ از این بر دعا میکنید که آزاد کنم؟ خب جنگه، نمیخوان برن و قرار نیست آکمن همه رو بذاری توی پاکت، بذاریش دم در، بگی بفهم و برو. در دنیای روحانی جنگه، نتیجهش روی زمین خونها ریخته میشه، و این چیزی که در واقع نتیجهش در نهایت به خیریت سرزمین ما تمام خواهد شد. مردم هنوز که هنوزه باید بیشتر از این ببینن و ناله های ایشان به حضور خدا بلند بشه. اونجاست که در واقع زمان به کمال خواهد رسید و خداوند مسجدش رو خواهد فرستاد که در بعد زمینی اونها رو آزاد کنه. هنوز مونده، فقط ما سهمی داریم که باید دعا کنیم، دعا کنیم و دعا کنیم. دعای ما دعای ناله و ماتم نخواهد بود، بلکه دعای اقتدار خواهد بود. ما به عنوان فرزندان این سرزمین اقتدار داریم بر آب و خاک اونجا و دعا میکنیم و اعلام میکنیم آنچه را که از خداست و باطل میکنیم آنچه که از خدا نیست. ما دعامون دعای اقتدار در جایگاهیه که متعلق به اون سرزمینیم. دعایی که ما برای سرزمین میکنیم از یه دعایی که یک اروپایی یا آمریکایی یا کره‌ای برای سرزمین بکنه قوی تره. ما مال اونجا هستیم، ما متعلق به اون خاک هستیم، متعلق به اون آب هستیم، متعلق به اون سرزمین هستیم. دیگران شفاعت میکنن اما از موضع اقتدار ما دعا میکنیم. هر تغییری که اتفاق میفته، اینو به شما بگم، یه دفعه میبینی یه موجی اومد، میگم موج اول، موج دوم، موج سوم. اون چیزی که شما میبینید، اتفاقی که داره میفته زمانی که دعای مقدسین به بالا میره، این موج دوم و سوم شما رو زمین میبینید. پس این موجه اتفاق نمیفته من که یه موجی از کلیساهای خداوند به آسمان بره و نتیجه اون رو زمین دیده میشه. اگه موجه سوم و چهارم و پنجم رو میخواید و موجهای قوی تر رو میخواید، باید قوت دعای بیشتری به آسمان بره. اینو فراموش نکن، آنچه که شما در دنیای دیدنی میبینید در دنیای روحانی داره اتفاق میفته. پس به عنوان آدم هایی که ناامیدن نگاه نکنید،
بلکه به عنوان کسایی که ایمان دارن دعا میکنن و منتظر جواب دعاشون هستن. فقط طریقهای خدا با طریقهای ما فرق میکنه. آمین. میخوام با هم آنچه که خداوند در امسال شروع کرده رو ادامه بدیم و ببینیم که چه چیزی رو برای ما در نظر داره و نقشه خداوند برای ما و سرزمین ما در این وضعیت چیه و چه چیزی رو به طور خاص برای خود ما در نظر داره. درباره روزهای صحبت کردیم که روزهای بسیار سخته، روزهای سخت زندگی، و اکثر ایماندارا میبینم که در یک جنگ‌های درونی هستن، جنگ‌های خانوادگی هستن، بحران‌ها هستن و ایماندارا خسته شدن علارغم اینکه دعا کردن و دعا میکنن و احساس میکنن که آسمان در سکوته. درباره سکوت آسمان صحبت کردیم که خداوند چرا من تو رو دوست دارم، من خادم تو هستم، من تو رو دارم خدمت میکنم، واقعا سعی میکنم در عدالت زندگی کنم، در قدوسیت زندگی کنم، سعی میکنم در اطاعت زندگی کنم، اما چرا خداوند احساس میکنم تنها ام، احساس میکنم نیستم، احساس میکنم که در واقع گیر کردم یه جایی دور افتاده، متروک و همچون زمین خشکیده، و خداوند چرا؟ درباره این شروع کردیم صحبت کردن و روزهای تنهایی و درد و افسردگی بیماری و هیچ چیزی عوض نمیشه، و بدتر از همه اینه که هرچی دعا میکنی جواب نمیاد و دردش بالاتر از همه، احساس میکنم که خدا مرا رها کرده. ایماندارای زیادی هستن که وقتی سوال میکنه خدا چرا جواب نمیده، سوالش اینه خدا چرا مرا رها کرده، چرا خدا به من محل نمیذاره، چرا خدا بهم نگاه نمیکنه، آخه من چه گناهی کردم؟ تقدیس میکنه، تفتیش میکنه، زندگیش زیر رو میکنه و بعد میبینه که همه چی اوکیه، اما باز احساس میکنه که خداوند پاسخی نمیده. معمولا هر دردی رو میشه تحمل کرد به جز درد طرد شدگی، اینکه احساس کنه شخص کسی دوستش نداره، احساس کنه تنهاست، کسی منو نمیبینه، کسی به من توجه نمیکنه، کسی اصلا نیاز منو درک نمیکنه، به افکار من توجه نمیکنن. این احساس طرد شدگی بسیار سخته و توی دردهایی که انسان وجود داره یکی از دردهای بسیار شدیده که احساس کنه من تنها ام. خانواده اکثرا همسر ممکنه بگه شوهر منو نمیبینه، پدر مادر ممکنه بگه بچه‌م اصلا همه برای زحمت کشیدی منو نمیبینه، یا خیلی از دوستان احساس میکنه من همیشه برای اون بودم و الان منو نمیبینه، به من توجه نمیکنه، انگار تا پول دارم، رفیقتم، عاشق بند کیفتم، یا این دقل دوستان که میبینی مگسانن، چرا اینا اینطوری هن؟ تا زمانی که داری دورورت هستن، وقتی نداری دورت خلوت هن، پس چرا کسی به من توجه نمی کنه؟ کسی مرا در واقع نمی بینه؟ و همه اینها دردهای عمیق در روح و روان انسانی به آدمی به وجود میاره. اما بدتر از همه اینه، خدای تو دیگه چرا؟ از هر کسی ناله کنم یه چیز، تو دیگه چرا؟ از تو دیگه انتظار نداشتم که تو مرا رها کنی و تو منو نبینی و تو منو درک نکنی و شرایط منو درک نکنی، تو هم منو رها کردی. اما اینکه چرا خدا یه جاهایی سکوت میکنه و هیچ جوابی نمیده، درباره این صحبت کردیم و میخوام جوابهایی رو امسال درباره این صحبت کنیم که ببینیم خداوند چرا تو روزهای این چنینی با اینکه قول داده که هستم، چرا هست اما حرف نمیزنه. بعضی مواقع ممکنه توی خونه هستی، صدا میزنی همسرتو، صدا میزنی بچه‌تو، صدا میزنی کسی رو و تو خونه است نمیشنوه، میگه چرا جواب نمیدی؟ هرچی داد میزنم چرا حرف نمیزنی؟ تو که اینجایی. بعضی مواقع باور دارم که خدا هست. به شخصی میگفتم که تو باور داری که خدا تو راه نمیگه، میگه باور دارم اما چرا حرف نمیزنه؟ بعد داشت مثال میزد، میگه شده شوهرم هرچی داد میزنم صداشون سرتاش در میاد، کلاش توی روزنامه است یا پای تلویزیون نشسته گذاشته داره منو تو نگاه میکنه. بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. و بعضی مواقع ایماندارا اینطوری هن، میگه خدا هستش اما جواب نمیده. من باور دارم هستش اما چرا حرف نمیزنه؟ سوال من اینه که چرا حرف نمیزنه و چرا واکنشی از خودش نشون نمیده؟ اینجاست که ممکنه شخص بگه که خدا منو دوست نداره. احساس محکومیت، احساس گناه، احساس نالایقی و ناکفایتی میکنه. و اینجاست که در واقع ایمان شروع میکنه به سرد شدن، دعاها و پرستشها شروع میکنه به سرد شدن، همینطور که شخص احساس میکنه همراهش، همسرش دوستش نداره و سردی در قلبش میاد، اگه احساس کنه خدا دوستش نداره، با اونم احساس سردی در قلبش میاد.
اما سوالی که اینجا هست، آیا خدا تا به حال به خاطر عدالت و نیکوی لیاقت تو بوده که تو رو محبت کرده که الان احساس بی‌لیاقتی میکنی که تو رو رها کرده؟ آیا تا الان به خاطر نیکویی ها و خوب بودن تو بوده که تو رو محبت میکرده، الان که احساس بدی در خودت میکنی تو رو رها کرده؟ و این فریبه که ما فهم میکنیم به خاطر خوبی هامونه که خدا ما رو دوست داره. خدا ما رو دوست داره، چون خدا خدای محبته، نمیتونه دوست نداشته باشه. و این یه دروغیه که شیطان در روزهای سخت و روزهای تنهایی و هنگامی که آسمون در سکوت به ما میگه. و این یه جنگیه که بر ضد هویت ما انجام میشه. اما چرا خدا سکوت میکنه؟ چرا حرف نمیزنه؟ چرا روزهای سخت من، روزهای درد من، روزهای ناله من، روزی که احتیاج دارم که حضورش رو تجربه کنم، چرا سکوت میکنه؟ حداقل بگی من هستم. حداقل یه جمله به من بگه نترس. یه شخصی میگه نمیخوام برام کاری بکنه، فقط به هم بگه هستم، بگه نترس، بگه باهاتم، بگه همراهتم، بگه کنارتم، بگه بغلت نگاه کن من اینجا ایستادم. همونم نمیگه. چرا؟ دلایل زیادی وجود داره، اما یکی از اونها رو میخوام با شما در میون بذارم، که خدا میخوام ما او را به عنوان برکت دهنده بیشتر جستجو کنیم تا به عنوان جستجوگر برکت. خیلی مواقع ما در جستجوی برکت هستیم، چون که نیست، خدای چرا نیست؟ میام خونه، ماما چی داری؟ هیچی. ای بابا چه مامانی که هیچی؟ مامان هست که یه غذایی باید باشه. اگه هیچی نیست پس مامانی به درد چی میخوره؟ میاد تو خونه احساس میکنه اگر خونه باید آماده باشه که وجود داشته باشه یه شخص. اگر زن تو خونه است باید همه چی تمیز باشه، خب آمین، اما اگر نباشه یعنی وجود نداره؟ چرا؟ چون که ما آدم‌ها رو بر اساس چیهاشون می‌خوایم، خدا رو به خاطر برکاتش می‌خوایم. وقتی برکت نیست صداش میده کجا، چرا آماده نکردی؟ چرا شرایط آماده نکردی من بیام؟ چرا راه رو مهیا نمی‌کنی؟ چرا نمی کار رو انجام بدی؟ چرا نمیای به چیزایی که برات نوشتم، برات درو نویسی کردم و دستورایی که برات نوشتم، چرا انجام نمی‌دی؟ چرا وظایفت رو خود انجام نمی‌دی؟ چرا خدایی نمی‌کنی؟ اصلا یه مدتی اگه بخوای اینطوری باشه دیگه نه سر کار فردا. شده مثل حساب کارا وقتی میگی از فردا اگه می‌خوای اینطوری کار بکنی اینطوری بیا، از فردا دیگه نه سر کار. و بعضی موقع احساس می‌کنیم که همینطوریه. واقعا چیزی که داریم میگیم فهم کنیم طنزه، اما واقعی نیست تو زندگیمون، چون که میبینیم کاری انجام نمیده، حرف که نمیزنه، صداش هم که میدیم جواب که نمیده، کاری هم که انجام نداده. پس این چه خداییه؟ پس کجاست وعده هاش؟ کجاست قول هاش؟ کجاست چکایی که کشیده؟ اینجاست ایماندارای زیادی هستن که اینطوری در دل خودشون دائم یه صدا هست، پس کجاست این خدا؟ نکنه به خاطر این موضوع رهات کرد، نکنه به خاطر اون حرفی که زدی، نکنه به خاطر اون چیزی که تو قلبت بوده، نکنه به خاطر اون چیزی که از دهانت بیرون اومد، نکنه به خاطر اون تصمیمت، نکنه به خاطر اون یکی. هر کسی میتونه یه چیزی داشته باشه که شیطان دست بذاره روش و بگه نکنه، به خاطر اون تو رها کرده. و اینجاست که در واقع شخص احساس طردشدگی داره. خدا اجازه میده یه جاهایی ما حضور خود خدا را تجربه کنیم و خدا را به خاطر خدا بودن این صدا بزنیم، نه به خاطر اینکه بیا وظایفش انجام بده. به این دلیل سکوت میکنه که نخواهیم وظایف خدا را به روخش بکشیم و که خود خدا و روخ خدا را جستجو کنیم. در اشیا 45 آیه 15 میگه ای خدای اسرائیل و نجات دهنده، یقینا خدایی هستی که خود را پنهان میکنی. اینجا چند تا نکته داره میگه، میگه ای خدای اسرائیل، خدای من باور دارم که تو خدایی، من باور دارم خدای من هستی، باور دارم که تو خدای من هستی و من در واقع فرزند تو هم، من باور دارم تو نجات دهنده من هستی. اما چیزی که هست، نه خود تو رو به عنوان حضور خدا و نه نجات تو رو الان نمیبینم، چون که خودتو مخفی میکنی، خودتو پنهان میکنی. خدا چرا ما رو پنهان، خودش پنهان میکنه؟ تا او رو جستجو کنیم. مامان نه به خاطر اینکه چرا خوراک هست یا نه، مامان هستی؟
نه به خاطر اینکه فقط وسایل و کاراشو درست انجام داده باشه، فقط به خاطر اینکه باشه. و اینجاست که خدا سکوت میکنه که ما روش بکنیم در جستجوی صدا نزنیم شوهر رو، صدا نزنیم زن رو، به خاطر اینکه بهش بگیم چرا این کار رو نکردی. صداش میزنم که کنارم باش، همراه هم باش، با من باش، اینجا باش. این اون چیزی که خدا میخواد به ما یاد بده. اما چرا؟ چون ایمان ما در روزهای سخت متولد میشه. وقتی آسمان در سکوته، بهترین کاری که میتونی بکنی روی وعده های خدا، روی کلام خدا بایستی. خیلی مواقع ما دنبال این هستیم که خدا یه پاسخی به ما بده. خدا فقط یه پاسخی به من بده. بارها افراد صحبت میکنن، من فقط برام فقط یک جمله خدا، یک کلام خدا کافیه، یک چیز به من بگه، به من بگه شرایطتو میدونم، به من بگه امیدی هست، به من بگه بمون، به من بگه دوام بیاد، به من بگه یه جمله‌ای به من بگه که من دلم آروم بشه. و خیلی مواقع ما منتظر این جملات این چنینی هستیم که خداوندا یه پاسخ فقط به من بده، به من بگو خدمت رو قبول کردم، به من بگو از من راضی، فقط به من بگو که در واقع مشکل من نیستم، به من بگو که دارم درست انجام میدم، به من بگو دارم درست میرم، به من بگو و به من بگو. وقتی آسمان در سکوته، بهترین کاری که هست روی کلام خدا و روی تجربیات روحانیت که همه اینها خاطراتی از خداست در روزهایی که حضور او رو احساس میکردیم، روزهایی که حضور او رو چنان احساس میکردی که به قول بعضی ها میگه سر رو شونه‌هاش میذاشتم، سر رو پاش میذاشتم، دستش رو سرم گذاشت، دستم رو گرفت، بلند کرد، منو در آغوش گرفت، منو محبت کرد، منو عبور داد، منو لمس کرد، منو شفا داد، منو صدا زد، به من گفت دوستت دارم. این کلام مکتوب و اون کلامی که در قلب ما هست و اون چیزی که ما تجربه میکنیم، یه کلام مکتوبی در قلب ماست که این روزهایی که خدا صحبت نمیکنه، خدا اجازه میده که این روزها آنچه که در قلب ما نوشته سخن بگه. در تجربه عیسی در بیابان میبینیم که تنها در بیابان میره. دوست دارم که بریم انجیل لوقا باب 4 رو باز کنیم. چیزی که توی قلبم هست میخوام امسال به طور خاص روی صحبت کنم اینه که خدا از تو عصبانی نیست. فقط فصل تازه‌ایه که خدا میخواد تو بزرگ شدی، مسئولیت‌های بیشتر و عمق‌های تازه‌تری از رو تفحص کنی. خدا میخواد در واقع به تو بگه من تو رو دوست دارم، من از تو عصبانی نیستم، تو برام با ارزش هستی، اما دیگه نمیخوام مثل دوران کودکیت با تو رفتار کنم، میخوام بهت اعتماد کردن رو نشون بدم که بهت اعتماد دارم. در انجیل لوقا باب 4 نگاه میکنیم، میبینیم که اما عیسی پر از روح القدس بود از اردن مراجعه کرد. وقتی راجع به اردن داره صحبت میکنه، اردن جاییه که یحیی داره تعمید میده و عیسی رفته تعمید گرفته. میگه اونجا میبینم که روح القدس همچون کبوتری برش میاد، نه فقط خودش تجربه میکنه، یحیی میبینه به عنوان کسی که اطرافشه. حضور خدا، قوت خدا، مس خدا، جلال خدا همه رو داره. همه این چیزها رو با خودش داره اون لحظه. و یه صحنه خیلی باشکوهیه. یه صدا از آسمان میاد. نه فقط قوت روح میاد، نه فقط مس روح میاد، یه صدا از آسمان میاد. این از پسر محبوب من، هم خودش میشنوه، هم یحیی میشنوه. یه تاییده. این روزها روزهاییه که ما خدا رو خیلی واضح و ملموس تجربه میکنیم. صدا از آسمان، جلالش رو زمین،
برادر من یه رویایی دیدم، عیسی داشت اینجا ایستاده بود، من رویایی دیدم عیسی اومد دستمو گرفت، یه رویایی دیدم دیدم یه دستمال اومد اشکامو پاک کرد، یه رویایی دیدم دست رو سرم کشید، یه رویا اومد دست گذاشت من اونجایی که درد داشتم شفا داد، یه رویایی دیدم اینجا همون جاهایی که تو اردن توه، جاهایی که از آسمان و زمین صدای خدا رو میشنوی خیلی واضحه، لمس خدا رو میبینی خیلی واضحه، مثل کبوتر قوت حتی با چشمات میتونی روح خدا رو به قول معروف انگار تجربه بکنی که همچون باد چطوری داره میاد، بوی حضور او چطور داره میاد، قشنگ تجربه میکنی، مثل پسر خدا عیسی مسیح همه اینا رو تجربه کرده. ولی الان با تمام این تجربیات خدا داره این پسرشو که در حکمت و در قامت داره بزرگ میشه وارد یه فصل جدیدی میکنه. این پسر که باید راه رفتن رو یاد میگرفت، حرف زدن رو یاد میگرفت، بزرگ شدن رو یاد میگرفت، خیلی چیزها رو یاد میگرفت، الان یه فصل جدیدی تو زندگیش اومده و این فصل جدید فصلی خواهد بود که میگه او به بیابان میره، اما تو بیابان تنها و سکوت مطلق از آسمان. وقتی میگه عیسی تنها بود، یعنی حتی اون حضوری که فکر کنیم حضور روح القدس، شادی، کبوتری اومد، صدای از آسمان، من هیچ کدام نیست. وقتی میگه تنها یعنی معنای تنهایی کامل. روزهایی که احساس میکنی تو خونه تنها نشستی و هیچ کس نیست حتی احوالت بپرسه. یه جاهایی هست میگه بابا دریغ از این که یارو هر روز زنگ میزد، همین امروز که حالمون بده به من زنگ نمیزنه. خدا اجازه میده که زنگ نزنه. از مردم ناراحت نباش. از همسرت و اطرافیانی که ازشون انتظار داری ناراحت نباش. خدا اجازه میده یک جا تنها باشی که یاد بگیری چه اتفاقی میافته. میگه که و عیسی پر از روح القدس بود، خوشحال سر حال، مثل من و تو که توی کلیسا ممکنه بیایم یه جلال و حضوری از خدا رو تجربه کردیم، داری کلام میخونی، تو خونه بودی داشتی دعاپرستش میکردی، یه جلال بزرگ از خدا رو تجربه میکنی. میگه مراجعه کرد و روح او رو به بیابان برد. تا اینجا موردی نداره. جالبه، داشتم فکر میکردم که وقتی میگه روح او رو به بیابان برد، اینجا یه نقطه است. روح او رو به بیابان برد، نقطه. اما یه چیزی احساس میکنه، حتی حضور روح خدا رو احساس نمیکنه. چرا؟ و مدت 40 روز ابلیس او رو تجربه کرد. میخوام امروز یه مقدار راجع به این صحبت کنم که روزهایی که سختی هستی، روزهای وسوسه و جنگ دنیای روحانی روی تو زیاد خواهد بود. چرا که خدا میخواد ایمان که بُعد روحانی رو برای تو بیفزایه، شیطان هم از بُعد روحانی روی تو حمله میکنه. و بهترین زمانی که شیطان روی ما حمله میکنه رو زمانهای تنهاییه. جایی که احساس میکنی خل اصطلاحی، جایی که احساس میکنی اون دلیل و شاخ و اعتبار و تاج و جلال و ردا رو احساس میکنی نیست، جایی که احساس میکنی اون تجربیاتی رو که داشتی دیگه به اون پررنگی وجود نداره. و اینجاست که میگه شیطان اومد تا او رو تجربه کنه و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید و ابلیس به دو گفت. ما تنها جایی که در واقع میبینیم که روح القدس او را به بیابان برد، اما یه دفعه سر از شیطان در میاره، روح القدس استاپ، ما بقیه داستان با شیطانه. پس کجاست این روح القدس؟ جالب، اول آیه روح القدس میاد، آخر آیه و تجربه روح القدس میاد، اما این وسط هیچ صحبتی از روح القدس نیست، هیچ صحبتی حتی از جلال خدا نیست، هیچ صحبتی حتی از اینکه صدایی از آسمان میاد نیست، حتی فرشتگان خدا این وسط اتفاقی بیاد و بفرسته هیچ کدوم تجربه نیست. چرا؟ خدا اجازه میده پسرش فصل جدیدی رو تجربه کنه. و خدا وقتی میخواد ما را از طفولیت ببره جلوتر، یه جایی سکوت میکنه که عمق‌های جدیدی رو از رو تجربه کنیم. اما یکی از روزهایی که سکوته اینه به وعده‌های خدا اعتماد کنیم. میخوام یه مقدار راجع به این صحبت کنم. واژه‌ای که اینجا داره صحبت میکنه، میخوام اولین چیزی رو که برای شما راجع بهش صحبت کنم اینه که شیطان در چند زمان به ما حمله میکنه و به سراغ ما میاد. یک، وقتی که تصمیم به اطاعت داری
و خودتو به خدا تقدیم میکنی. من میخوام در راستی باشم، من میخوام ایمانمو دیگه از ایمان تو فولیت بیام بیرون، من تصمیم گرفتم در اراده خدا باشم، اومدم زندگیمو قربانی کنم، اومدم خدامو به خدا تقدیم کنم، خداوند زندگی منو به حساب بیار، خداوند دیگه نمیخوام با گناه کاری کاش بکنم، خداوند نمیخوام در این شرایط باقی بمونم، نمیخوام از این حالت ولن بودن خداوند خسته شدم، من تصمیم گرفتم امسالو تو زندگیم تبدیل بشم، تصمیم گرفتم برای در اراده خدا زندگی بکنم. و زمانی که تصمیم میگیری و روح خدا این تصمیم های تو رو داره تایید میکنه، آفرین، تایید میکنه، تایید میکنه، تایید میکنه، همین تو این تاییدها میبینی یک ماری از اون بغل داره میاد. هر وقت خدا کارشو در تو شروع میکنه، شیطان هم کارشو در تو دو برابر میکنه. دومین حالتی که هست، وقتی که نیازی داری و زمان طولانی داری دعا میکنی، درد، مشکلات، بحران ها داری دعا میکنی و دعا میکنی و دعا میکنی و دعا میکنی، هیچ خبری نمیشه، برای نیازها دعا میکنی هیچ خبری نمیشه، وقتی زمان طولانی میشه مار سراغ تو میاد. گرسنه ای؟ آخه تشنه ای؟ درد داری؟ چرا تنهایی؟ برای چی داری دعا میکنی؟ و ایمان تو زیر سوال بردن. سه، زمانی که در تنهایی هستی. چرا تنهایی؟ چرا کسی به تو جواب نمیده؟ چرا کسی به تو زنگ نمیزنه؟ از زمین و زمان تو رو میبره. روزهای افسردگی، روزهای تنهایی، روزهایی که پرده رو میکشی، روزهایی که میری تو خلوت خودت و گریه میکنی، بالش رو میذاری رو سرت گریه میکنی، بعد سرت رو برمیداری میبینی همه سیاه شد، اونجا لکه های سیاه ما رو ریملا مونده. من ما رو مردها آب دماغ و دهنش رو با میفتیم، ما رو خانم ها ریملش رو با میفتیم. اما یا میری تو حموم علکی شیر و آب وازی میکنی که مثلا کسی نفهمه. شخص میگه وقتی گریه میکنم، میگه خب چرا به همسرت نمیگی؟ میگه میرم شیر آب واز میکنم. بعد همش میگه چرا میرم دوش میگیری تو؟ بعد میگه بیشتر حرص هم میگیره. به جای اینکه مثلا میگه حالت خوبه؟ چشمه سرخ شده؟ چی شده؟ میگه صرفه جویی کن تو آب، چرا آب مصرف میکنی؟ خیلی حرص داره نه؟ یکی برای درد دیگه میره، برای یکی به فکر یه چی دیگه است. و اینجاست که میخوام ببینیم مسیح چه کار داری میکنه. و ابلیس به دو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را به گناه شود. خیلی مواقع ما دوست داریم که خدا جواب شیطان رو بده، اما خدا میگه آنچه که ما مد انجام بدم انجام دادم، الان زمان توست، الان تو باید کاری بکنی، بر اساس به موضع ایمانت حرف بزنی. واژه‌ای که میگه مکتوب است، ما دائم میبینیم مکتوب است، مکتوب است. عیسی نمیگه ناگهان روح خدا بر من اومد و دهان مرا لمس کرد و آتش از دهانم بیرون اومد و به من گفت انسان به نان زیست نمی کنه. هیچ، تنهای تنها برمیگرده فقط به مکتوبیات، تجربیاتش با پدر، تجربیاتش با روح خدا. چون عیسی در بعد خدایی صحبت نمی کنیم، در بعد انسانی شاییم صحبت می کنیم. اون که پسر خدا بود، خودش خالی کرده رو زمین اومده، کاملا بعد انسانی عیسی. باید جو بود الهیش حرف نمیزنی. احتیاج داشت اطاعت رو یاد بگیری، احتیاج داشت در حکمت روش بکنه، احتیاج داشت که در واقع در اطاعت زندگی بکنه. اگه تو پسر خدا هستی، بزرگترین حربه شیطان بر ضد زندگی ما، زندگیه که در واقع بر ضد هویت ما. تو کی هستی؟ هر وقت یه نفر راجع به تو داره صحبت میکنه، واژه تو هویت شما رو در بر میگیره. حتی بگه تو آدم خوبی هستی، تو خیلی مهربون هستی، تو خیلی باهوش هستی، فقط این نیست که یه واژه قشنگ داره صحبت میکنه، چون هویت تو در واقع داره تمام این چیزها رو میشنوه و بنا میشه. وقتی واژه تو احمقی، تو کودنی، تو دست پاچه رفته هستی، تو رو کسی دوست نداره، تو تنهایی، تو بدبختی، تو کسی به فکر تو نیست، تو ضعیفی، تو از بچگی اینطوری بودی، تو خانواده همیشه آخری بودی، تو همیشه اینطوری بودی، تو همیشه باعث مزاحمت بودی،
تو باعث درد سر بودی. شخصی میگفت پدرم میگه آره، مادرم به من میگه تو ننگ خانواده ای. من از خدا شرمندم از اینکه چرا بچه‌ای مثل تو در آوردم که رفته کافر شده. هی به من میگه تو اینی، تو اینی. میگه در حضور خدا باید برم ببخشم و توبه کنم و ببخشمش و رها بشم. لقمه صبح و ظهر و شب هم شده تو ننگی، تو آری، تو اینی، تو اینی و حرفای دیگه. اینجاست که شیطان در واقع هویت عیسی رو و هویت من و تو رو، تو اگر تو دختر خدایی پس چرا تنهایی؟ پس چرا نان نداری؟ پس چرا جواب دعا نداری؟ پس چرا جوابی نداری؟ چرا یه چیزی رو نداری؟ و دقیقاً خدا به خاطر همین اجازه میده سکوت کنه، چون که شیطان از داشته های تو میاد. چرا نداری؟ چرا نون نداری؟ چرا آب نداری؟ چرا تنهایی شوهر نداری؟ چرا بچه نداری؟ چرا زن نداری؟ چرا کار نداری؟ چرا اقامت نداری؟ چرا دوره کاری نداری؟ چرا تو اینها رو نداری؟ چرا پول برای کرایه خونه‌ت نداری؟ پول برای درمانت نداری؟ چرا پول نداری؟ چرا اینا نداری؟ نداری. اتفاقا خدا هم به خاطر همین اجازه داده، چون ما خدا رو به خاطر اینا صدا میزنیم. خدای پس اینو بده، پس اینو بده، پس اینو بده، پس اینو بده. دقیقاً یه طرف میبینیم خدا خودش پنهان کرده که خودش رو جستجو کنی نه برکتشو. شیطان هم دست میده رو برکاتی که در واقع هست. چرا اینها رو نداری؟ پس کو خدا؟ اگه تو پسر خدایی، پسر خدا که نباید گرسنه باشه. پس واقعا دعای تو نمیشنوه؟ این وسوسه ها وسوسه هایی که برای همه ما هست، اما نوعش فرق میکنه. و جالب، خدا هم سکوت میکنه. عیسی شاید انتظار داشت دهنتو ببند، حق نده دست به پسر من بزنی، حق نده درباره پسر من حرف بزنی، تو کی هستی؟ بیا رو گم شو بیرون ببینم از اینجا. خیلی خوشحال میشدیم، نه؟ اما سکوت آسمان. خدا اجازه میده که پسرش عیسی حرف بزنه به جای اینکه او بیاد دخالت کنه. خدا اجازه میده، میگه چون بزرگ شدی میخوام یاد بگیری از خودت دفاع کنی، یاد بگیری چگونه بجنگی، یاد بگیری چگونه بایستی، یاد بگیری چگونه حفظ کنی، یاد بگیری هر کسی اومد دهنشو باز کرد بر ضد تو حرف زد به هم نریزی، یاد بگیری هر کسی اومد گفت که تو اینی، تو اینی، باور نکنی، چون که نظر من درباره تو مهمتره، چون که من قبل از بیابان بهت گفتم این از پسر محبوب من که از او خوشیدم. همین برای تو کافیه، همین برای تو کافیه. الان زمانیه که آسمان سکوته، اما میخوام اینو بهش بگی که من پسر محبوب خدا هستم. چنان بده چنان نده. خدا اجازه میده که تو حرف بزنی. اگر جوابی برای سوالای تو نیست، خدا اجازه میده تو یه واکنشی انجام بدی، تو یه قدمی برداری. مکتوب است، نوشته شده. کجا نوشته شده؟ آیا فقط تو انجیل؟ نه، تو قلبم نوشتم که خداوند، تو وجودم، تو فکرم باورش دارم. ایمان من باورش داره که زندگی من فقط به خدا رو به خاطر نون نمیخوام. وقتی میگه انسان فقط به نان زیست نمی کنه بلکه به کلام خدا، بعضی موقع میگه خب برادر ما هم نون میخوام، میگه اصلا اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه خدا رو من به خاطر نون نمیخوام، خدا رو به خاطر خودش میخوام، هرچند به من نون میده. دیگه اونی که منو آفرید، اونی که دندون رو در دهان من گذاشت به فکر نانشم هست، اونی که روده و معده رو به در درون من گذاشت به فکر خوراکشم هست. خدا رو به خاطر خودش میخوام، نه به خاطر آنچه که به من برمان نان میده یا نمیده. میخوام یه چیزی رو اینجا به شما عنوان کنم که میگه روح خدا او رو به بیابان برد برای یه کار دیگه. مکاشفه که برای من هست، چون که واقعا تا الان فکر میکردم، بارها موعظه کردم سرش که روح القدس برد گذاشتش تو دهن شیطان، گفت ببینم چی کار میکنید، بعد خودش هم برکت رفت. ولی وقتی دارم نگاه میکنم میبینم که انگار روح خدا در عیسی داره یه کاری شروع میکنه، اما پارالل شیطان هم اومده که این کار خراب کنه.
این به معنی نیست که اشتباهه، چون خدا یه جای اجازه میده که ما پاسخ بدیم، جواب بدیم. وقتی سکوت میکنه پس حواسش هست چه خبره. همچین روح القدس هم بیخبر نیست که چی در پیش روشه، همچین خدا بیخبر نیست که چی در پیش روی ماست. هوشیار، حواسش هست، اما صرفا این که ما رو بذاره تو دهن شیطان این نیست. توی خیلی مواقع واژه‌ای که داره اینجا استفاده میکنه درباره تجربه نمود و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه نمود. یه شخصی داشت میگفت که برادر، آره خدا اجازه داد من و میگفت خدا من این گناهی که من کردم رو خدا انجام داد در زندگی من که به من یه درسی یاد بده. گفتم ببخشید برادر من، برو بگو دوست داشتم انجام بدم دیگه، مجبور نیستی خدا رو بکشی وسط. برای هر چیزی یه اسمی از خدا بیاری که توجیه کارت بشه، که بعدم نبود، چون که خدا بود بعدم نبود. چون که خیلی مواقع ما دنبال یه تایید میگردیم، یه شخص بالا مقام، شخص صاحب اقتدار، یه اسمی میبریم که در واقع خودمون رو توجیه بکنیم. اما میخوام یه سوء تفاهمی رو برطرف کنم که خیلی مواقع فکر میکنیم اگر تو وسوسه ها و گناهانی میفتی و اشتباهی میکنی خودمون، خدا ما رو انداخته که به ما یه درسی بده. بعضی مواقع ممکنه شخص بگه آره خدا این بیماری رو در بدن من گذاشت تا به من یه درسی بده. این دروغه. خدا به ما بیماری نمیده که به ما درس بده. در بیماری ها به ما درس میده، اما به ما بیماری نمیده که درس بده. اینو خوب گوش کنید. خدا هیچ چیز بدی رو به ما نمیده که عیسی رو صلیب اون رو از ما برداشته. چون اگر بخوایم باور کنیم خدا چیز بد رو به ما داده و بعد عیسی اومده همون چیز بدی رو که خدا داده عیسی اومده برش داره، پس عملا عیسی داره ضد پدر عمل میکنه. اگه اینطوری بخوایم نگاه کنیم، پدر داره میگه که عیسی برو کنار. کی به تو گفته دست بزنی به این مرض این؟ کی گفته دست بزنی به این کوری این؟ کی گفته دست بزنی به این کری این، به لالی این، به مفلوج بودن این؟ کی گفته دست بزنی؟ خودم دلم خواسته بدم آخرین بار بشه دست می دخالت میکنی تو کارهای منو. ما هم چه چیزی میبینیم؟ اتفاقا میگه برعکس، من چه که پدر میبینم دارم انجام میدم. قلب پدر مفلوجی نیست، قلب پدر بیماری نیست، قلب پدر درد نیست. و بعضی موقع ایمانداران این فریبو میخورن و به دیگران انتقال میدن که آره خدا اجازه داده، خدا خواسته که این بیماری در بده، این بدبختی، این جدایی و طلاق و فلان و اینا، خدا خواسته که همچی بلایی سر. خدا ما رو به بدی تجربه نمیکنه. وقتی میریم کتاب یعقوب رو باز کنید، دوست دارید برید کتاب یعقوب، چون که این خیلی مهمه. امسال ما باش خیلی کار داریم، چون که داریم دروغ‌های شیطان رو رسوا می‌کنیم. کلام خدا میگه پسر خدا اومد تا اعمال ابلیس رو باطل کند. آمین. ما اومدیم اعمال ابلیس و دروغ‌های ابلیس رو باطل کنیم. آمین. چون که تو این جنگ‌ها در واقع احساس تنهایی می‌کنی. برای چی؟ چون که فکر می‌کنی خدا تو رو دوست نداره، اما یه دروغه. من خدا من رها کرده، این یه دروغه. خدا به فکر من نیست، یه دروغه. خدا منو به حال خودم گذاشته، یه دروغه. خدا در هیچ وقت این کارو نمی‌کنه. پس این دروغا باید باطل بشه. بریم کتاب یعقوب رو نگاه کنیم، باب 1. میگه برادر من، وقتی که در تجربه های گوناگون، چون من ترجمه قدیم میخونم، ممکنه شما ترجمهاتون متفاوت باشه. ای برادر من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا میشوید، کمال خوشی دانید، چون که میدانید که امتحان ایمان شما را صبر را پیدا میکند. لیکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. واژه‌ای که اینجا راجع به تجربه ترجمه شده، نمیخوام بگم اشتباهه، توی ادبیات ما هم به هر حال محدودیت‌های خودشو داره، هر زبانی محدودیت‌های خودشو داره. نمیخوام بگیم ما به قدیمی‌ترین زبان جهان رو داریم، اینم قلوبه، چون همچی چیزی نیست. خب ادبیات ما محدودیت خودشو داره، خب طبیعتاً از واژه‌هایی هم که استفاده می‌کنه محدوده، اما ریشه کلماتی که در اصل زبان یونانی برای این قسمت استفاده که می‌خوام یه مقدار اینو برای شما باز کنم. اگه طرف داره میگه چون که در تجربه باشید خوشحال باشید، چون که خدا یه هدفی داره. اما تو آیه 13 میگه چون کسی در تجربه افتاد، دوباره همون واژه رو استفاده کرده تو ادبیات فارسی. بعد میگه چون که در تجربه افتادی، نگوید خدا ما رو تجربه کرد. حالا ما نفهمیدیم خدا تجربه میکنه، خدا تجربه نمیکنه. اینجاست که میگم محدودیت زبانی ما داریم. اونجا میگه تو تجربه با اینا خدا تو رو گذاشته، خوشحال باش. اینور میگه خدا تو تجربه نمیندازه، الکی نگو. میخوام دو تا واژه رو برای شما باز کنم در اصل زبان یونانی به شما کمک میکنه که واژه‌ای که اینجا استفاده میکنه با واژه‌ای که اونجا استفاده میکنه چه فرق میکنه.
میگه وقتی که در تجربه های گوناگون واژه‌ای که میگه تجربه که مثبت داره استفاده میکنیم، واژه امتحان که دقیقاً بعدش توضیح داده امتحان، تست و آزمون. پایراسموس که به معنی امتحان، تست و آزمونه. شما رفتی امتحان کنکور میدی، آزمون سراسری کنکور سال فلان. آزمونه. امروز امتحان کلاس A1 دارم، B1 دارم، امروز امتحان دارم، برادر برام دعا کنید. خب اگر قبول بشم میرم A2، اگر قبول بشم میرم B1 میخونم، اگر قبول بشم میرم بعد میرم B2 میخونم، بعد میرم C1 میخونم، بعد اینجا میتونم برم دانشگاه، بعد میتونم برم کار خوب پیدا کنم، بعد من میتونم برم این کار انجام بدم. پس آزمون، امتحان و تست برای اینکه توانایی های خودت رو استفاده بکنی و از آن چیزی که پیش روی توست عبور کنی و به درجه بالاتر بری. درسته؟ این فکر نکنم دیگه احتیاج به ایمان داشته باشه. بی ایمان هم اینو میفهمن. تو امتحانات زندگیش از کلاس اول بعد امتحان بدی تا بری بالاتر. پس واژه‌ای که داره اینجا استفاده میکنه، خدا آزمون‌ها و امتحانات رو به جهت بالا رفتن ما استفاده میکنه. آمین. اما همزمان که خدا دست گذاشته رو تو، خودتو تقدیم کردی، تسلیم کردی، در اطاعت هستی و خدا داره این تجربه ایمانی به ایمان، از ایمان به ایمان، از اطاعت به اطاعت، از جلال به جلال، از تبدیل به تبدیل، از تقدیس به تقدیس، از نجات به نجات، همینطور داری میری جلو و خدایی داره لول به لول فصل‌های زندگی تو رو، ظرف روغن تو رو پر و پر و پرتر میکنه، داره جلالش رو بیشتر و بیشتر به تو نمایی میکنه، حضور بر پشت حضور، عمق در پشت عمق داری تجربه میکنی. از یه طرفم ما پارالل این ور رو داریم میبینیم که در آیه 13 داره میگه. واژه دومی که در واقع در باره تجربه دوباره استفاده شده که بهتر بگیم وسوسه، پایراسو. پایراسو به معنی وسوسه به جهت پایین انداختنه، به جهت سقوطه، به جهت پیش باز انداختنه، به جهت در واقع یه طریقی که شخص واقع جلوی شخص رو بگیره، بهش میگن دست انداز، سرعتگیر، مانع و هر طریقی که در واقع تو رو از رفتن به بالاتر باز داره. پایراسموس تو رو به جهت بالا رفتنه، پایرازو تو رو به جهت پایین انداختنه و شیطان پایرازو میندازه که شخص در واقع بتونه بیفته پایین، مثل در واقع جفشیشی که میندازی تو منچو پارپله. خب اون فرصتیه که در واقع تو میری بالا، اما اون مار بزرگی که میزنته میارتت پایین. پس در واقع دو تا حرکت کاملا برعکس هستن و کلام خدا میگه پایراسموسی که خدا میده به جهت بلند کردن تو، بزرگ شدن تو، اقتدار تو، اطاعت تو، مست تو زیاد میکنه. اما پایرازویی که شیطان به تو میده تو رو میاره پایین، حتی ایمانت هم از تو میگیره. این همون چیزی که میگه دزد نمیاد مگر اینکه بکشه، بدزده، هلاک کنه و نابود کنه. و اینجاست که در واقع سکوت خدا برای اینه که آنچه که در تو با او تجربه کردی رو در روز امتحان که سکوت مطلقه، هیچ تقلبی از هیچ جا نمیرسه، تمام تجربیاتی که تو قبل از اون داشتی تنها سر امتحان خودت و فقط و خودت، نگاه رو بغل دستی نکن رو شماره چند زده. حتی بعضی موقع روح القدس بهت نمیگه بعد چه کار کنی. الان جاهایی که لازمه حرف میزنه، اما راجع به روزهای سکوت دارم میگم. روزهای سکوت هیچ چیزی از آسمان به عنوان جواب درست به تو داده نمیشه. جواب درست کدامه؟ راه درست کدامه؟ آنچه که قبلا یاد گرفتی از خداوند، روزهایی که یاد گرفتی، روزهایی که در حضور خدا بودی، روزهایی که از او شنیدی، روزهایی که تو رو محبت کرد، روزهایی که تجربیات تو در قلب تو حک شد، الان فقط اجازه داری از اون استفاده کنی. به این دلیل خدا سکوت میکنه. همین مکتوب است. عیسی فقط از مکتوبیات استفاده میکنه، از چیزایی که قبلا یاد گرفته در خداوند یاد میگیره داره استفاده میکنه. همین روح القدس آوردش لبه بیابان که بشه چیزی یاد بده، از مکتوباتت برو استفاده کن. دوباره بهش میگه مکتوب است. اگه تو پسر خدای فلان کن، مکتوب است. خداوند خدای خود ترجمه نکن. تمامی جلال بهش نشون که همه اینا رو بهت میدم، مکتوب است. فقط خداوند خدا خدای خود رو پرستش کن، با او رو سجده نما. مکتوب است، قدرت داره.
کلام خدا میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. در ابتدا لوگوس بود، لوگوس نزد خدا بود و لوگوس خدا بود. و لوگوس جسم گردید، کلمه جسم گردید. زمانی که تو عیسی را در بعد هر بعدی تجربه میکنی، زمانیه که تجسم او را تجربه داری میکنی. در رویاها، در دعا، در خواب داری عیسی مجسم شده را تجربه میکنی، چرا که کلمه جسم گردید. اما یه جاهایی هست که از این کلمه هیچ تجسمی نیست، فقط کلمه خالی مانده که تو باید ازش استفاده کنی. ای کاش عیسی مجسم الان اینجا بود یه کاری میکرد. خدای کجایی؟ عیسی مجسم کجایی؟ سکوت، سکوت، فقط کلمه خالیه. میگه حالا اون کلمه که در قلب جسم گردید با اون جواب بده. لوگوس قدرت خودشو داره و جواب خواهد داد. عیسی به توما میگه که خوشا به حال آنانی که ندیده به من ایمان بیارن. تو دیدی؟ صحبت از فقط دیدن و ندیدن نیست. خوشا به حال کسی که ندیده، یعنی روزهایی که آسمان در سکوته هنوز، بر اساس مکتوبات و تجربیات من زندگی میکنه. اون روزهایی که خدا سکوت نمیکنه، برگرد به روزهایی که خدا سکوت حرف میزد. اون روزهایی که حضور خدا رو تجربه نمی کنی، برگرد به روزهایی که حضور خدا رو تجربه می کردی. اون روزهایی که احساس می کنی شادی از خداوند نیست، برگرد به روزهایی که شادی خدا رو تجربه می کردی. و خدا اجازه می ده که اینجا ما بُعد روحانی رو تحت تأثیر قرار بدیم. و بُعد روحانی بُعد نادیدنیه. و بُعد نادیدنی یه بُعدیه که در دنیای تاریکی بر ضد ما داره عمل میکنه و خدا اجازه میده که دنیای تاریکی رو تو پاسخ بدی. تو عبرانیان باب 6 آیه 4 تا 5 اگه باز کنید، میگه زیرا آنانی که یک بار منور گشتند، راجب ایمانداران عهد جدید میگه، لذت عطایای سماوی را چشیدند. راجب یک ایماندار بسیار عالی با تجربیات بسیار خوب. آنانی که یک بار منور گشتند، نور مسیح بر اونها آشکار شده، لذت عطایای سماوی را چشیدند، روح قدوس خداوند، عطایای آسمان، فیض، نجات همه را دریافت کردند، شریک روح القدس شدن، لذت کلام نیکوی خدا، قوات عالم آینده را چشیدن. واو، یه ایماندار بسیار عالی. یعنی هر کسی آرزو میکنه یه ایمانداری باشه که در واقع این 5-6 تا چیز رو داشته باشه. اگر بیفتد، مگه میشه؟ همه این چیزهایی که توی عبرانیان داره راجع بهش صحبت میکنه، چیزهاییه که شخص در روزهای پرجلال با خدا تجربه کرده، اما یه جایی هست که هیچ حضوری از خدا نیست و تنهاست و اونجاست که ممکنه بیافته. و به همین دلیل میخوام بگم ایماندارای افتاده از کجا میافتن؟ چون یادشون میره نور خدا رو، لذت عطای سماوی رو، شریک روح القدس رو، لذت کلام نیکو و قوت عالم آینده و اون جلال و شکوه و عظمت و رویاها. زمانی که سکوت یادشون میره، اینجاست که ممکنه بیافتن. و به همین دلیل خدا امسال میخواد این افتادگان رو بلند کنه. این راجب ایمانداران میگه، راجب ایمانا نمیگه، راجب عهد جدیده. خدا اجازه میده از که آنچه که تجربه کردی جواب بدی. مکتوب است، مکتوب است، مکتوب است. متاده سر موعظه بودید.
اگر خدا سکوت میکنه میخواد که تو بر شرایطی که درش هستی حکم کنی. عیسی وقتی داره میگه مکتوب است، بر شرایطی که هست بر گرسنگیش داره حکم میکنه، بر وسوسه‌اش داره حکم میکنه و بر شرایطی که داخلش هست داره حکم میکنه. پس خدا تو رو دوست داره، تو رو رها نکرده، از تو عصبانی نیست، اینقدر به خودت گیر نده، به لیاقت تو هم نیست، به ناکفایتی هم نیست، خدا رو دوست داره، فقط میخواد یاد بگیری خدا را فقط به خاطر برکتش دوست نداشته باشی، که اگه برکت نیست خدا نیست، اگه برکت هست خدا هست، برکت باشه و نباشه او تو رو رها نمیکنه، او تو تنها نمیذاره. یه قسمت حساس موعظه مون حیف و جمع کنم، اما با امید خدا هفته آینده قسمت بسیار کلیدیشو با شما در میان خواهم گذاشت. اون جایی که در واقع باور کنی و حالا من چه کار بکنم، چطوری عمل کنم، خیلی مهمه که تو چطوری عمل کنی. تو باید دهانتو باز کنی، از آنچه که تجربه داشتی با خدا باید اعلام کنی. دشمن من بر من نخند، دهنت رو ببند، اگر در تاریکی هم خدا باید نور منه، اگر که میافتم خدا باید من رو بلند میکنه. میگه شیطان گفت عیسی گفت. آخرین جمله‌ای که تمام کرد، مسیح تمام کرد. دیالوگ با شیطان شروع شد، عیسی نقطه آخر رو گذاشت. تمام. داوود میسه جلوی جولیات. جولیات بد و بیرا میگه. داوود جواب میده. داوود تمام میگه. نقطه آخر رو داوود میذاره. دوستانی دانیال گرفتن میخوان به تون آتش بندازن، تو باید فلان کنی. پادشاه میگه، دوستاش میگن، پادشاه میگه، جمله آخر اونو میگن، گوش کن، اگر خدا نرهاند باز تو رو پرستش نمی کنیم. اگر خدا نونم نده تو رو پرستش نمی کنیم، آب نده تو رو پرستش نمی کنیم. پادشاه بابل، تو باید تمام کنی. بازی رو شیطان شروع میکنه، تو باید تمام کنی. و اینجاست که خدا میسته. وقتی ایوب شروع میکنه، خدا با ایوب بود، کامل، عالی، همه چی مثل روح القدس با عیسی. دیدی ایوب من چقدر کامل، بی نظیره. اینو بعدا بهش میرسیم. امسال خدا داشت پوز ایوب رو به شیطان میداد. میبینیش چه عالیه؟ تمام اصطلاحاتی رو که خدا برای ایوب استفاده میکنه به شیطان داره میگه، تمام همون اصطلاحاتیه که مال شیطان بود قبل از سقوطش. دقیقا همون واژه ها رو استفاده میکنه. آیا تو کروبی مشهده و کامل من نبودی که در همه چیز حکیم فلان 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 بودی؟ چی شد که سقوط کردی؟ همون اصطلاحاتی رو که شیطان قبل از سقوط داشت با مال لوسیفر، خدا داره به ایوب میگه. میبینی ایوب چقدر کامل، بی نظیر، پرفکت؟ بخاطر چی سقوط کرده بیچاره؟ این ها تو همه چی رو از من گرفتی، حالا از اینم بگیر معلوم میشه. گو بیا این شد این آخر کار ایوب تمام میکنه. ولی جالبه وقتی شرح حال ایوب رو نگاه میکنی و شرح حال عیسی رو نگاه میکنی، خیلی شبیه. ایوب با خدا شروع میشه، کتاب ایوب با خدا تمام میشه، خدا آخر ایوب و بهتر از اولش، اما وسطش هیچ خبری از حضور خدا نیست. تجربه مسیح رو نگاه میکنی، با روح القدس شروع میشه، دیگه هیچ خبری نیست تا آخر تجربه با روح القدس تمام میکنه. اینا همینطوری نوشته نشده. وقتی عهد عتیق رو نگاه میکنی متوجه میشی همه اینها نقشه خداست که به ما نگاه تازه بده. اگر خدا سکوت میکنه تو تنها نیستی، خدا به اعتماد کرده، میتونی جوابشو بده، میتونی دهنشو ببند، میتونی بزنش، میتونی گوش نکن، میتونی رو تو برگردان، میتونی باهاش نرا، میتونی بلند شو، میتونی ببند، بلند شو اعتراف نیکوی ایمان رو بکن، بلند شو بگو که من کی هستم، بگو که خدایی که مرا از شیر و داوود میگه خدایی که من از شیر و خس رهانید. کلام مکتوب چیه؟
اینه، امروز من را دست این نامختوم فلسطینی خواهد رهانید. کلام مکتوب اینه، خدا حرف نمیزنه، اما تو به جای خدا باید حرف بزنی. به همین دلیل پتروس میگه وقتی حرف میزنی مثل خدا حرف بزن که انگار خدا اینجاست. آمین. با نمشه بتر با دعا کنیم. شکر گذاریم خداوند به نام عیسی مسیح که امروز چشمای ما رو باز کردی خداوند، که تو از ما عصبانی نیستی. حتی پسرت وقتی گفتی این از پسر محبوب من که از او خوشنودم، حتی با اینکه خوشنود بودی اجازه دادی در روزهای سخت بیابان فقط به تجربیاتش با تو تکیه بکنه و برگرده. اجازه دادی ایوب به تجربیاتش با تو تنهایی تکیه کنه و جواب بده و تجربیات عبور کنه. به این نبود که تو از ایوب عصبانی بودی، به این معنی نیست که تو از پسر عصبانی بودی، به این معنی نیست که خداوند تو از مردان و زنان عصبانی بودی. میخوای بزرگ بشیم. شکرگزاریم خداوند که شاید مستقیم پاسخی برای سوالهای قلب و نیازهای ما نیستی، اما یه پاسخی هستی که تو هستی. همه که تو هستی قوت قلب ماست. جونمون تازه شد، خوشحال شدم. این که فهمیدم منو دوست داری خوشحال شدم. این که منو از من عصبانی نیستی خوشحال شدم. این که منو رها نکردی خوشحالم. این که به فکر من هستی خوشحالم. این که به من اعتماد کردی که من میتونم از این تجربه عبور کنم خداوند خوشحالم. منو بگو که فکر میکردم خداوند تو اصلا برو از من حساب باز نمیکنی، بلکه بیشتر از این خود حساب باز کردی. میدونم خداوند داری فصلهای من رو عوض میکنی، مثل بچه‌ای که تنهاش نمیذاشیم اما یه لحظه هست میگه خونه بمون تا من برگردم، چون اعتماد میکنم خونه رو بهش بسپارم. ممنونم خداوند. سکوت تو عصبانیت تو نیست، خشم تو نیست، رها کردن نیست، بلکه محبت و اعتماد توست. اعتماد کردی که ما بزرگ شدیم، میتونیم برای آنچه که تجربه کردیم با تو به سفارش های تو اعتماد داریم و روزهایی که سکوت میکنی رو با تجربیات گذشتمون عبور میکنیم. اما ایمان دارم خداوند که خواهی آمد پر از جلال، پر از قوت. ببخش اگه جایی خداوند برکت رو بیشتر جستجو میکردیم تا خود برکت دهنده که تو هستی. ببخش خداوند که سکوت تو دلیل بود که همش دنبال این نباشیم که چی درست کردی، چرا کارات درست انجام نمیدی، بلکه خداوند امروز به هم یاد دادی که عمقهای تازه از خودت تجربه کنم. کدام شخص هست در حضور پادشاه بره و گرسنه برگرده که من در حضور تو برمان شاه شاهان بیام و گرسنه برگردم. ممنونم خداوند. مرسی برای کلام تشویقت، مرسی برای اینکه دلهای ما رو گرم کردی، مرسی اینکه خداوند نشون میدی که هم میشنوی، هم میبینی، هم هستی. ممنونم خداوند. این به من قوت میده که ادامه بدم، من قوت میده که عبور کنم، به من قوت میده که صبر کنم. این قوت قلب منه که منتظران خدا خجل نمیشن. ممنونم خداوند، دلم رو گرم کردی با این کلام. خداوند هفتم رو شروع میکنم. برکت بده کلیساتو، برکت بده قومتو، بچه هاتو تو سرزمینمون، راه دور و نزدیک، اونهایی که انتظارهاشون طولانی شده. نگران نباش، خداوند که در توست، همراه توست، در شرایط توست. میدید چرا؟ چون خدا امروز اجازه داد از زبان من با قلبتو صحبت کنه، چون از اون نمیشنیدی اما الان میشنوی. سکوت خدا بی‌اعتنایی خدا نیست، بی‌توجهی خدا نیست، به این دلیل نیست که تو رو دوست نداره. تو مردمه که چشم خدایی، تو رو دوست داره با تمام وجودش و تو رو برکت میده. و زبان من امروز برکت خداست برای تو، از جانب خدایی که فکر کنی در سکوته، تو رو برکت میدم به نام عیسی مسیح. هللویا خداوند. یهوه تو رو برکت دهد. آمین.
تو رو محافظت نماید. یهوه روی خدا بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند. یهوه روی خدا بر تو برافرازد و تو رو سلامتی بخشد و بعد از عبور از بیابانها ملاقاتی عمیق با تو داشته باشد. با شکرگزاری به نام مسیح، هفته که شروع میکنید پر از برکت و نیکوی رحمت پیش روی شما باشد و بماند به نام مسیح. با شکرگزاری. آمین. آمین.